کشیش کامل عزیز رو همه میشناسید. من تصور نمی‌کنم لازم باشه از محبت‌های ایشون در جمع ایرانی‌ها و ملکوت خدا صحبت را، اما می‌دانیم که سالیان هستش خداوند رو خدمت می‌کنن در سن خوزه و همچنین در از بنیانگذار تلویزیون محبت هستن در کنار کشیش هرمز عزیز، و الان خداشو که تلویزیون 7 رو دارن، 7 رو دارن، بیشتر 7 میداره تلویزیون 7 رو دارن، و حتما از ایشون خواهیم شنید در این رابطه که در تو خدماتشون به هر آنچه که واقعا لازمه این هستش که بتونن دلیلی بشن برای نجات ایران. از کشیش کامل عزیز خواهش می‌کنم که با ما باشن. قبل از اینکه شروع کنم فقط خواستم تشکر کنم از برادر عزیزم و خواهر گرامم، واقعا خیلی ممنون، و خادمینی که اینجا خدمت میکنن. شاید بدونید که خدا اجازه داد سال 2001 ما ساتلایت رو شروع کنیم با کیشورمز و روی ایر رفتیم و بعد ساتلایت های دیگه اومدن همونجوری که فرمودن. شبکه محبت رو شروع کردیم، بعد یه عده عزیزان دیگه ای ادامه دادن، شبکه 7 شروع شد. ولی تازگی ها خدا رو شکر وقتی من تلویزیون رو باز میکنم، عزیزان رو میبینم و کارهای برادر رو میبینم از طریق هم تلویزیون، هم از طریق لوکال تی وی، ساتلایت محبت، و نمیخوام شبانتون رو جلال بدم، میخوام دعاهای شما که به آسمان رفته رو اعلام بکنم. وقتی دعا میکنید کار خداوند عمل میکنه و کارهای عظیم روی ایران انجام میشه. من چند وقت پیش، یعنی فکر کنم جمعه شب بود، به عزیزان میگفتم عزیزان که مسلمان زاده ای مثل من، مثل شبانتون که از قم اومدن توی ایران در سال 2000، سال 2000 توجه کنید، یعنی 17 سال پیش بیشتر از 20,000 نفر نبودن. ارامنه و آشوریای عزیز، از شما خیلی ممنونیم که در مسیح زندگی کردید. چند نفر آشوری و ارمنی اینجا داره؟ میتونم ارامنه رو دستشون ببینم؟ آشوری ها واقعا از شما ممنونیم، متشکریم. وجود شما باعث شده بود که حداقل هوای آسمان ایران باز بشه، ما یه نفسی بکشیم تا بیایم اینجا نجات رو پیدا بکنیم، و ما به شما افتخار میکنیم همتون. الان این مسلمان زاده ها مثل ما ایمان آوردن، قبلا 20,000 نفر بیشتر نبودن. در سال 2000 وقتی ساتلایت شروع شد، برنامه شروع شد و خدا اجازه داد او را به این ترتیب ما خدمت کنیم، سال 2010 دیگه 4 تا از 2003 ما بودیم، اومدیم 24 ساعته، و بعد از سالهای بعد شد 4 تا شبکه روی ایران هست. و در سال 2010، یعنی 10 سال بعد، نه تنها ما این آمار رو سعی می‌کردیم به دست بیاریم، بلکه CBN، Voice of Martyr، تمام این ارگانیزیشن‌های مسیحی که دوست دارن که ببینن ایران نجات پیدا کنه، مردم نجات پیدا کنه، یک رقمی رو دادن. خیلیاتون شاید این رقم رو بدونید. قبلا چند هزار نفر بود مسلمان زاده مثل من، ارامنه آشوری‌ها رو نمیگم، اما مسلمان 20,000، درسته؟ در سال 2010 بیشتر از 1,000,000 نفر ایمان آورده بودن. 1,000,000 نفر. البته الان 2017 است، از عدد 1,500,000 گذشته، ولی تا 80,000,000 خیلی مونده، نه؟ پس احتیاج به ما داره، به احتیاج به دعاهای شما داره. به ادامه بدید در دعاهاتون، تشویق کنید. من فقط برای واقعا برکت بگم، کشیش شما، عزیز شما و شمایی که ساپورتش میکنید، وقتی دستاشو بلند میکنید کار عظیم خدا انجام میشه. یعنی شما دعا میکنید مردم ایران نجات پیدا میکنن. یعنی این نیست که کی جلوه، اون کسیه که پشت دعا میکنه داره کارو انجام میده. متوجه هستین چی میگم؟ و همین چقدر زیباست که متحد باشیم و این قوت خدا در ما باشه و با هم همکاری کنیم. من هر وقت عزیزانو میبینم، نه فقط شبان خوشتیپتون رو تلویزیون میبینم، هر شبانی رو میبینم، هر کدومشونم که حتی ممکنه به خوشتیپی شبان شما نباشه، شادی میکنم براش، شادی میکنم و لذت میبرم. نه اینکه سنم بالا رفته، من الان 64 سالم داره میشه، ولی به خاطر اینکه به خاطر اینکه این عزیزان جلو هستن. اما موقعی که شبان شما رو دیدم گفتم نه، that's it، برای لس آنجلس ایشون باید انجام بده. و شما کسی رو باور کنید، نمیخوام تعارف بکنم و جلال بدم، خدا اینجا یه چیزی گذاشته، شما باید استفاده کنید. و این زمین، زمین بسیار عالیه و چقدر بزرگه، چقدر وسیعه، چقدر اینجا ایرانی وجود داره، نه؟ ارامنه که قرونش برم زیاد هستن، باید تولد تازه پیدا کنن، نه؟
درسته؟ ارامنه هم باید تولد تازه پیدا کنن، آشوری هم باید تولد تازه پیدا کنن، ولی ایرانی هایی که نمیدونم چند هزار نفر توی لس آنجلس ایریا تا اورنج کانتی هستن اینجا، چقدر فکر میکنین؟ چقدر عدد فکر میکنین هست؟ من عددهایی که شنیدم بوده، عددها خیلی بالاست، یعنی مثلا نمیتونم. پس ببینین چقدر کار شما، مسئولیت شما بالاست. و افتخار میکنم که به من اجازه دادن شبانان و خادمین من اینجا پیام خدا رو بهتون بگم. ولی قبل از اینکه بکنم میخوام یه سورپرایز براتون دارم، سورپرایزی که خود شبانتون خواستن از من که براشون دعا کنم، ولی یه دعای مخصوص میخوان. ایشون و همسرشون زهره جان اون عقد اسلامیشون رو امروز باطل کنن و عهد آسمانی در حضور عیسی مسیح ببندن. بابا دستاتون رو با هم بگیرید. خداوند شما میتونین شریک باشید. خداوند به نام عیسی مسیح ناصری، آنها فرزندان تو هستن، اول فرزند تو هستن، آنها را در روح خودت رشته سلامتی روح به هم وصل کردی. پس به نزدت میایم. در زمان جوانیشون اونها عشقی رو که در اونها گذاشتی از جانب تو بوده، ولی فرهنگمون، مذهبمون ایجاب میکرده که عقدی رو که به صورت لعنت بوده بر اونها قرار بگیره. حتی اون کسی که عقد میکرده نمیدونسته چیکار میکنه، حتی این دو عزیزم و من و نادره و دیگران نمیدونن چیکار دارن میکنن. هر لعنتی رو که به خاطر اون عقد و هر وابستگی رو که به اولیا و انبیا و انسانهای مرده بین آنها داده شده، به قوت و اقتدار خون مسیح که به من امروز داده، آن را باطل میکنم و هر عقد اسلامی و هر عقدی که داجب مهریه و آن ضوابطی که بین این دو نفر انجام شده و الهی نبوده، همه رو باطل میکنیم و با خون مسیح میشوریم و اعلام میکنیم که از این به بعد میتونن در نزد خداوند عهدی تازه، عشقی تازه، رابطه‌ای تازه با هم داشته باشن. به نام مسیح خداوند اجازه بده این عهد شایسته حضور تو باشه، به اسم عیسی مسیح، آمین. برادر رسول شما بفرمایید. من رسول تو زهره را به عنوان هدیه ای از خداوند به همسری میپذیرم. و در مقابل خدا و این شاهدان عهد میبندم. که خود را اول به خداوندمان عیسی مسیح و بعد به تو تقدیم کنم. و در نیازمندی و بینیازی، در سختی و آرامی، در شکست و پیروزی، در اندوه و شادی، در بیماری و تندرستی، در رنج و شادمانی، تو را تا آخر عمرم وفادارانه دوست بدارم و احترام کنم. نام مسیح. آمین. حالا شما. من زهره تو رسول را به عنوان هدیه ای از خداوند به همسری میپذیرم و در مقابل خدا و این شاهدان عهد میبندم که خود را اول به خداوند ما عیسی مسیح و بعد به تو تقدیم کنم. در نیازمندی و بینیازی، در سختی و آرامی، در شکست و پیروزی، در اندوه و شادی، در بیماری و تندرستی، در رنج و شادمانی، تو را تا آخر عمرم وفادارانه دوست بدارم و احترام کنم. آمین. آمین. بگید برادر، من رسول در حضور خدا و این شاهدان. من رسول در حضور خدا و این شاهدان. به صورتش نگاه کن. عهد خود را به خدا و به تو با دادن این حلقه مهر میکنم. آمین. شما همینطور. من زهره در حضور خدا و این شاهدان عهد خود را به خدا و به تو با دادن این حلقه مهر میکنم به نام مسیح. خب خانم آقایون، آقا و خانم هیدریو خدمت شما معرفی میکنم. حالا داماد میتونه عروس رو ببوسه. موسیقی
ولی ای مسیح احرام آورده ای رهایی رهایی تو بر صلیب ای مسیح بهرم آورده ای رهایی رهایی هللویا چگونه از یاد برم رنج ها و سختی های چگونه از یاد برم گریه و ناله های چگونه از یاد برم بر صلیب چگونه از یاد برم رنج ها و سختی هایم چگونه از یاد برم گریه و ناله هایم چگونه از یاد برم تو بر صلیب ای مسیح رنج و درد ما رو گرفتی گرفتی تو از ما تو بر صلیب ای مسیح رنج و درد ما رو گرفتی گرفتی چگونه از یاد برم رنج ها و سختی های چگونه از یاد برم گریه و چگونه از یاد برم بر صلیب چگونه از یاد برم رنج ها و سختی هایم چگونه از یاد برم گریه با ناله مایم چگونه از یاد برم بر صلیب پنتیکاست به زبان یونانی و لاتین یعنی پنجاهم و فقط من میخوام یه مقدار اطلاعات کوچیک بدم یه مقدار از یک داستان بگم بهتون که داستانی خیلیاتون میدونید ولی تو این داستان و این اطلاعات شما ببینید کاربردش امروز برای شما چیه هر جمله‌ای که میگم روح القدس برای شما کاربرد ایجاد خواهد کرد
کلامی که گفته اینجا گفته میشه میبایست برای من و شما کاربرد داشته باشه و کاربردش رو روح القدس تو قلباتون باز میکنه. شبان فقط کلام رو میگه، کلام رو میگه و دعا میکنه که روح القدس پشتش باشه، مس خدا باشه که شما بتونید روشن و واضح بشنوید. بقیهش بین شما روح القدسه. بقیهش اینه که شما ببینید این کلام زنده، این کلام حقیقت که هر قسمتش از اول تا با آخرش، از اول پیدایشش تا آخر آمین مکاشفش از روح خداست و کلام خداست. و درسته الان با چاپ کردن و با قلم و مرکب و اینها نوشته شده، ولی یه قدرت عظیمی داره. تمام حکمت آسمان و زمین این توه. تمام رابطه های ما بین همسرانمون، بین بچه هامون، سر کارمون، تو کلیسامون، بالا برو پایین بیار، زندگی، تولد، مرگ، همه اینها حکمتش تو این کتاب وجود داره. و این کتاب درسی نیست، کتاب زندگیه. و اگر یک نفر به وسیله اون روح خدا که بهش داده شده این کتاب رو بخونه، تو زندگی مبارک هست و میره جلو. تو شنبه گفتم، شاید جمعه هم گفتم به عزیزانم، ما مسیحیان میبایست با قوت روح خدا زندگی سالمی داشته باشیم، زندگی موفقی داشته باشیم، زندگی پیروزی تو خونمون داشته باشیم و در شادی زندگی کنیم، در آرامش زندگی کنیم، در اون قوت روح. محبت ما باید بیکران باشه. من فقط نباید نادره جان و دوتا دخترم و دامادام و دوتا نوه‌مو عشق ببرزم و محبت کنم، من باید بتونم حتی دشمنم رو محبت کنم و دشمن من بیاد و به خاطر اون محبتی که مسیح از من جاری میکنه تبدیل به دوست من و فرزند خدا بشه. درسته؟ این اصلا زندگی ماست. ما برای همین انتخاب شدیم، ما برای همین انتخاب شدیم که روح خدا در ما عمل کنه. و روز پنتیکاست روزی است که خدا قول داده بود این قوت رو، این مس رو از شما جاری خواهم کرد، که شما هر جا میرین روح خدا از شما جاری خواهد شد و قوت روح خدا حضرت اعلی از آسمان مثل لوله خالی جاری خواهد شد و اون زندگی شما حقیقی خواهد بود، زندگی شما پر از شادابی خواهد بود. من اینکه خدمتتون میگم، من الان 30 سال به عیسی مسیح ایمان آوردم و هر روز داره قوی و قوی و قوی و قوی تر میشه، سن جسمانیم بالا میره، ولی اون قوت و اون شادابی، اون پیروزی، اون عشق داره بیشتر میشه. من و نادره از روز اول عاشق و معشوق بودیم، ازدواج کردیم موقعی که 40 سال پیش، ایزان 40 سال پیش من ازدواج کردم، ولی بعد از 3 سال عاشق و معشوق ایمانم نداشتیم، عشق و عاشقی دنیایی تموم شد. 3 سال ما هانیمون بودیم، 3 سال تو آمریکا اومده بودیم، موندگار شدیم. ولی بعد از 3 سال دعواها شروع شد، مشکلات شروع شد، سختی ها، و نادره به افسردگی رفت، من به خشم زیاد. تمام درهای خونه ما رو یک بار عوض کرده بودن. میدونین چرا؟ من علکی علکی کاراته بلدم، عصبانی میشدم، همسرمو نمیزدم، خدا رو شکر که دست روش بلند نکردم، درهای خونه رو میشکندم. انقدر درها رو عوض کردیم تو خونمون تا مسیح به داد من رسید، اگه نه بیل عوض کردن درام خیلی میرفت بالا. مسیح به دادمون رسید. نادره انقدر افسرده شده بود خودکشی میکرد، یعنی میخواست خودکشی کنه 2 بار حتی. و بعد ازش بشنوید، نادره که الان شاداب قوی میره جلو، اون موقع به حالت افسردگی رفته بود و فقط مسیح اومد ما را نجات داد. فقط همونجا ختم نکرد، 30 سال پیش وارد زندگی ما شد. زندگی ما از این رو به اون رو شد، زندگی ما عوض شد. نه اینکه بگم حالا ما خادم خدا هستیم، نمیدونم میریم رو تلویزیون، میریم برای ایران این کارو میکنیم، نه نه نه، زندگی خونه من مبارک شد. خونه من عاشق و معشوق، من الان دقیقاً میدونم نادره کجاست، چیکار میکنه. فضولم نیستم، از این دستگاهام دارم میتونم بفهمم کجاست، نادرم داره، ولی اینجا و اینجای من میدونه نادره کجاست، میدونه نادره چیکار میکنه، میدونم بچه هام دارن چیکار میکنن، میدونم نوه هام دارن چیکار میکنن. و هیچ میدونین اونها این عشق رو میپذیرن و چی بهشون میده؟ فکر میکنین خانم ها چی به خانم میده موقعی که مردش همیشه به فکرشه و حاضر جانش رو بده برای زنش؟ امنیت، محافظت. و اون زن میدرخشه، شادابه، میگه احترام بذار شوهرشو، معلومه میذاره، میگه اطاعت کن شوهرشو، معلومه میکنه. درسته؟ چون بهترین جا اومده، تو دست امن مسیح اومده. این کارو مسیح میکنه. مسیحیت یعنی این. مسیحیت این نیست که من بیام اینجا موعظه کنم و بیام نمیدونم برم رو تلویزیون میلیون ها نفر ببینن. مسیحیت من خونمه، مسیحیت من سر کار بیزنس بیرونمه. خدا رو شکر بیزنس بیرونمو هنوز دارم، داره پول
خرجمو میده تا بتونم من خدا رو خدمت کنم. ولی مسیحیت من تو خونمه، سر کارمه، تو کلیسا خیلی راحت من میتونم ادای مسیحی رو درارم، خیلی راحت میتونم کراوات بزنم، مرتب تمیز بیام اینجا جلوی شما، بعد خیلی هم سخنور باشم. ولی مسیحیت من وقتی است که خونم با بچه هامم، با نوه من، و شما وارد خونه من میشی یا با اون دوربین سیکیوریتیمون نگاه میکنی که آیا من دارم مثل مسیح رفتار میکنم یا نه. تشویقتون میکنم. پنتیکاست یعنی این، اون روح یعنی این. درست پنتیکاست یعنی پنجاهم و درست و دقیق گفتید. من میخوام براتون گردونم حدود 3500 سال قبل. اصلا پنتیکاست از کجا اومده؟ پنتیکاست 2000 سال پیشه، درسته؟ خیلیاتون میدونین 2000 سال پیش کلیسا شروع شد و روز پنتیکاست، ولی پنتیکاست 3500 سال پیش بود. اصلا چی هست؟ موقعی که قوم خدا در مصر بودن و اسیر بودن، مثل ماها انسان‌هایی که تو این دنیا اسیر میشیم، تو دنیا به دنیا میایم و اسیر دنیا، اسیر غم، اسیر نگرانی، اسیرهای مشکل، اسیر هستیم، اسیر دنیا، اسیری که هی کار کن برو، کار کن بیا، کار کن آخرش هم بمیر، تو زندان، تو زندان، تو زندان. قوم خدا که به ابراهیم خدا قول داده بود قوم تو دنیا رو پر خواهند کرد و از طریق تو من جهان رو برکت خواهم داد، تو اسارت بودن. مثل ما ایرانی ها، ما الان تو اسارت هستیم. و خدا اونجا اومد گفت به موسی، به اون مرد گفت که اینکه ما فکر کردیم موسی خیلی آدم قویه، نه، موسی گناهکار بود، موسی ضعیف بود، موسی لکنت زبان داشت، موسی آدم کشته بود. خدا از او مثل من، مثل شما استفاده میکنه. قومشو و لس آنجلسو از اسارت بکشه بیرون و میخواد و استفاده میکنه از تو عزیزم. کسی که میگی من هیچی ندارم، موسی هم نداشت، و آوردشون بیرون. چه جوری آورد؟ حالا پنتیکاست یعنی چی؟ بهشون گفتش که بیان یک هر کی تو خونش، چون یادتون هست موسی خدا بهش معجزات میداد و معجزات زیاد میکرد که فرعون اجازه نمیداد این قوم برن بیرون. آخرین معجزه‌اش این بود که گفتش که خدا گفت روح، حتی گفت روح من وارد خانه ها، وارد خیابان های مصر خواهد شد و این قدم خواهد زد. میام، این روح من حرکت میکنه و من خدای عادلی هستم، خدای غیوری هستم، خدایی هستم که بچه هامو دوست دارم، و هر که بره و یک بره رو بگیره قربانی کنه و خونش رو به سردر و دو پایه خونش بزنه، من موقعی که رد میشم میفهمم چون خون بره برای این خونه ریخته شده، من بهشون کاری ندارم، از اونجا رد خواهم شد. میدونین داستانو، نه؟ از اونجا رد خواهم. کی؟ خود خدا. ولی اگر نه وارد میشم و اون ارشدشون رو میزنم، فرزند ارشدشون. واه عجب خدایی، خدای عادل، خدای غیور، خدایی که با گناه سازش نمیکنه. ولی خدایی که وقتی خون رو ببینه، خون بره رو ببینه، خون عیسی مسیح رو که نشانه آمدن مسیح بود، وقتی روی سردر خونت ببینه، وقتی روی قلبت میبینه. عزیزان، خون بره تو خونت کجاست؟ ما هم عبد خدا هستیم یا نیستیم؟ خون بره باید کجا باشه؟ قلبمون، دو پایه، دست و پاهامون، پیشونیمون. این سردر و دو پایه اینه. خون بره، خون فسح، خون بره‌ای که برای فسح بود، گفت اینو بزنید سردر خونتون. وقتی من میام و میخوام قضاوتت کنم، وقتی میدونم که حقمه که قضاوتت کنم، چون توی گناه هستی، توی داری خودتو بدبخت میکنی و من میخوام گناه رو قضاوت کنم و تو به گناه چسبیدی، تو به گناه چسبیدی و با گناه به جهنم میری، به دوری میری. ولی اگر این اثر خون رو بر پیشونید و دست و پات و زندگیت ببینم، تو رو میبخشم. درسته؟ با من هستید؟ میدونین چی دارم میگم؟ میدونین چه چیزی رو دارم اعلام میکنم؟ چه چیزی رو اعلام؟ فسح اولی، نشانه فسح نهایی عیسی مسیح که رفت روی صلیب برای تو جان داد و خون او ریخته شد که من و شما مرگ برمون نیاد و حیات جاودانی داشته باشیم. قبول دارین؟ حالا این فسح بود و توجه کنید، خدا تبعیض قائل نمیشه.
یعنی فکر نکنید اومد خواست فرعون و بچه های فرعون رو بزنه. اصلا توجه کنید این قانون کلام خدا رو بخونید میگه هر که این خون را به سر و دو پایش بزنه. موسی برو به فرعونیا بگو، موسی برو به شهر بگو، به همه بگو که میتونید این کار رو انجام بدید. و یه ده مصری ها هم کردن و اونها هم آزاد شدن، درسته؟ حالا اون عید فصح انجام شد، روز بعدش تمام قوم با آزادی اومدن بیرون، چون دیگه فرعون تسلیم شد، گفتی که من فهمیدم خدای تو خدای عادله، خدای مهیبه، خدایی که من نمیتونم باهاش در بیافتم. وقتی تو با خدای خودت هستی، وقتی این خون بر سر فکرت هست، فکرت با خون مسیح پاک شده، دستات، اعمالت با خون مسیح پاک شده، هیچ شیطانی، هیچ فرعونی نمیتونه با تو مقابله کنه، هیچ نمیتونه. احتیاج داری به شفا آزادی، اینو به مال به سر و به پاهات، هیچ شریری نمیتونه به طرف تو بیاد. برای همین آزاد شدن. این روز اول بود. اینا رفتن بیابون، 50 روز رفتن جلو، رسیدن به جایی به نام کوه سینا. موقعی که رفتن کوه سینا، قبل از این 50 چند روز قبلش کلام نشون میده که موسی میره به بالای کوه و قوم پایین کوه بودن، از 1 تا 50. و خدا بعدن بهشون یاد داد که این روز رو، حالا که میگم چه روزیه که میدونیم الان پنتیکاسته، که 7 هفته از روز مالیدن این خون یا فسح میگذره، 7 هفته به علاوه 1 میشه 50 روز رو شما جشن بگیرید. چرا جشن بگیرید؟ چون از مصر بیرون اومدید. برید جشن بگیرید، تو از مصر بیرون اومدید. 7 هفته رو بشمرید، وقتی شمردید روز بعدش که 50 جشن بگیرید که من شما رو از مصر بیرون آوردم. خدا میگه ایران و ایرانی رو میخوام از مصر بیرون بیارم، از مرگ بیرون بیارم، از بدبختی بیرون میارم، از چیزهایی که تو رو به بند کشیده آزادت کنم. و بیرون اومدی جشن بگیر، کلیسای پرستندگان مسیح، هر روز جشن بگیرید، هر روز شادی کنید، هر روز بگید خداوند منو بیرون آورده، منو بیرون آورده. و کارش تازه تموم نشده، ولی نباشیم که ما رو بیرون آورده، نباشیم که ما رو بیرون بیاره. مثل قوم اسرائیل، میدونین چیکار کردن روز 50؟ اونها رفتن هارون رو مجبور کردن یه گوساله بسازه و گوساله مصری رو با طلا بسازه که دوباره پرستش کنن، دوباره پرستش کنن. روز 50 اینا اتفاق افتاده. روز 50 شروع کردن پرستش کردن. حالا موسی کجاست؟ تو کوهه. و میدونید خدا در از این چند روز بهش چی داد؟ چند نفر خبر دارن؟ 10 فرمان رو با دستهای زیبای خودش روی سنگ نوشت. و موسی روز 50 اونها را داره میاره پایین از کوه. روز 50 و بنا بوده جشن بگیرن برای اومدن بیرون، بنا بوده که شور و هیجان داشته باشن برای خدا، جشن بگیرن. و خدا کلام و حقیقت خودش رو به موسی داده که از این به بعد، از این روز 50 که جشن گرفتی و آوردمت بیرون، طبق این لوحه، طبق این استاندارد زندگی کن و زندگی تو مبارک خواهد بود. درسته؟ متوجه میشین عزیزم؟ با من هستین؟ موقعی که موسی رسید، عوضی که داشتن جشن میگرفتن، یهو یوشع باهاش بود، گفت صدای جشن میاد، گفت نه، یه چیز دیگه است. حس کرده بود یه چیز دیگه است. وارد شد، دید دارن اونا چیکار میکنن؟ دارن دنبال گوساله هستن. ای مسیحی ایرانی، کسی که خدا آزادت کرده، ای مسلمون زاده ای که آزاد شدی از مصر، مبادا بعد از 50 روز گوساله بپرستی، مبادا تو هالیوود هالیوودی بشی، مبادا این دنیا متریالیزم بگیرتت، مبادا بگی ولش کن، حالا گرفتیم کارمون رو، درست کرد گرین کارتمون هم که گرفتیم، بریم دنبال کار خودمون، بریم دنبال گوساله پرستیدن. میدونین میتونه تکرار بشه، به منم میتونه اتفاق بیفته، چون به هارون اتفاق افتاد، برادر موسی. روز 50 روزی بود که خدا استانداردش رو داد در 3500 سال پیش. و موقعی که اومد، موقعی که وارد شد، موسی این رو دید. قانون خدا چی میگه؟ قانون خدا میگه خدای خود را بپرست، درسته؟ مگه نیست 10 فرمان؟ خدای خود، اینا داشتن کیو میپرستیدن؟ و اگر من خواهم، فقط فرق بین شریعت و فیض رو ببینید. شریعت و فیض، ما الان زیر فیضی، ما داریم لذت میبریم.
شریعت گفت خدای خود را بپرست، اگر نه حق تو چیه؟ حق تو چیه؟ میدونین اون روز که روز پنتیکاست بود، اون روز که روزی بود که قانون اومد، اون روز مردم خودشون رو با این قانون مشابه نکردن، چه اتفاقی افتاد؟ میدونین چند نفر مردن؟ 3000 نفر مردن. بعد خدا گفت بسه، بسه، دیگه بسه، دیگه بسه. ما ها این اتفاق میفته. ما هنوز شاید شریعتی هستیم. من مسلمان زاده اومدم بیرون، مسیحی شدم، هنوز تو عهد عتیق هستم، هنوز دارم رو شریعت مسیحی زندگی میکنم. نه، الان روز پنتیکاسته، ولی نه اون پنتیکاست 3500 سال پیش. بیاین جلو، مسیح موعود همون روز فسح، یعنی 50 روز قبل، برای تو و من برای قربانی شد، برای قربانی شد. یعنی 2000 سال پیش، 1500 سال گذشت، مسیح آمد، خدا به روی زمین آمد، خدا به جسم آمد، خدایی که در کوچه های فرعون خودش حرکت کرد و نشون داد که من خدای عادل، خدای قادر و خدایی هستم که با گناه سازش نمی کنم و حتی کامی تو رو می زنم و اگر اینجور زندگی کنی می زنم، من از این خدا می ترسم. ولی همین خدا جسم انسانی پوشید، وارد شد و فیض مسیح جونش رو برای من داد، مسیح جونش رو برای من داد. آدم با این خدا گیج میشه اصلا، میگه عجب خدایی داریم. میتونیم بگی جلال خالق؟ جلال خالق، عجب خداییه که هم اون پاکی و قدوسیت و عدالتش رو نشون میده و هم عشقش رو روی صلیب به من و تو نشون میده. و این فیض اومد تمام گناهان من و شما رو پوشش داد. 50 روز پیش بود، فسح بود، مسیح رو روز بعدش به صلیب کشیدن، جان داد. ولی یه خبر خوش دارم، 3 روز بعد از مردگان برخاست، برخاست و او زنده است، و او زنده است، و او زنده است. و گفت هر که با من نسبت به گناهش و نسبت به شریعت، نسبت به اون چیزی که محکومت میکنه بمیری، تو از مردگان برخواهی خواست. چند نفر اینجا میتونن بگن آمین من ایمان دارم؟ چند نفر؟ فقط به اون خاطر، خواهر و برادر عزیز من، به خاطر اعمال مذهبی نیست که من و تو به آسمان میریم، به خاطر انجام اون شریعت و لوحه ها نیست که من و تو به آسمان میریم، به خاطر کار عیسی مسیح روی صلیب در روز فسح واقعی، من و شما وارد آسمان خواهیم شد. و خدا گفت اگر این را بپذیری با من از مردگان برمیخیزی. ولی همونجا وای نستاد، گفت، اومد با شاگرداش ملاقات کرد. روز یکشنبه اومد با شاگرداش ملاقات کرد، دیدنش، دست بهش زدن. بعضی از ما مسلمان زاد هم بابا حالا کی اومده از اون طرف دنیا اینا رو بگه که خدا اومده، اینجوری اومده. تمام این واقعه ها در تاریخ نیست تثبیت شده. مرگ و رستاخیز عیسی مسیح در تاریخ هم تثبیت شده. یوسفیوس، یکی از مفسرین رومی که ایمان نداشت، با نگارشش هست که همچین شخصی در اورشلیم بوده و در زمان پنتیوس پیلاتوس انجام شده، او رو به صلیب کشیدن ولی روز سوم از مردگان برخواسته و کلام ما میگه حداقل 500 نفر او رو دیده بودن به غیر از شاگردان، درسته؟ ولی الان ما میگیم ما جسمن مسیح رو ندیدیم ولی در روح تو زندگی های ما هست. آمین داره؟ هست. ولی توما گفت نه، من میخوام ببینم موقعی که اون یک شنبه بود، من میخوام یک شنبه بعد، من میخوام ببینم، دست بزنم، تا دست نزنم باور نمیکنم. الان ممکنه یکی اینجا نشسته میگه من تا آیات و معجزات نبینم، تا مسیح رو نبینم، تا خواب نبینم، تا رویا نبینم، زیرم خواهر برادر من امروز اومدی میخواد خدا رو تست کنی، خداست که اومده میگه آیاتم دادم روی صلیب، پسرم، دخترم، جونت، جون من فدای تو، دردت به جونم. این خداست. قبلا من از این خدا می‌ترسیدم، چرا شریعت رو من نشون داده بودن، ولی الان میدونم خدایی که روی صلیب جون برم. گفت از اورشلیم خارج نشید. 40 روز باهاشون بود و روز 40 صعود کرد، صعود کرد به آسمان رفت. قلقن میکنم از اورشلیم هفتم یا روز اول و
20 میاد موقعی که میبینتشون شاگردها همه ترسیده بودن، همه جمع شده بودن توی بالاخونه‌ای، یه جایی در جمع شده بودن میلرزیدن. بعد یهو دیدن عیسی مسیح زنده است و حتی توما هم که چک کرد دستشو ایمان آورد و مسیح به اونها دمید، گفت روح القدس را بیابید، روح القدس را بیابید. کی بیابید؟ درست بعد از برخاستن از مردگان. آنها آیا تولد تازه داشتن، مسیحیان قدیمی آیا تولد تازه داشتن یا نه؟ آیا روح القدس را گرفتن یا نه؟ روح القدس گرفتن. ای کسی که تازه نو ایمانی، فقط این نیست که بگی عیسی مسیح خدا و خداونده که شماره یکه، باید درک کنی. وقتی درک میکنی روح القدس رو میابی و اون روح القدس ازت میاد بیرون، میوه های روح القدس میاد، شخصیتت عوض میشه، دیگه دنبال بت پرستی نمیریم، دنبال این دنیا نمیریم. یعنی اگر این چیزا عوض بشه، من روح القدس رو یافتم. نگفتم بیاین موعظه کنید، نگفتم تعلیم بدید، نگفتم، نه، زندگی عوض شده، خونه عوض شده، خانواده عوض شده. من نادر جان یک ماه زودتر از من ایمان آورد، یک ماه زودتر از من. من کتاب میخوندم نمیفهمیدم کتاب مقدس رو، نادره یک ماه زودتر از من ایمان آورد. روح القدس بهش گفت، گرفته بود، عوض شده بود، شاداب بود. اون نادره، نادره قبلی نبود، یه ماه پیش نبود، یه هفته پیش نبود. نادره شاداب، خندان، از این زندگی عوض شده بود. من اصلا متعجب بودم و من از قلبم رو دادم به مسیح. وقتی شما روح القدس بر شما میدمه، میگیرید، میبایست اجازه بدید زندگیتون عوض شه. نمیشه که برید دوباره اونجا گوساله بذاریم و بپرستیم. وقتتو بذار با خدا، از روح القدس بگیر، پرشو. برای همین عیسی مسیح گفت قدغنتون میکنم، نرید بیرون. رفت با آسمان، گفت صبر کنید در اورشلیم. 40 روز گذشته بود، هنوز 50 نیامده بود. این عزیزان نرفتن دنبال گوساله پرستی، اینها رفتن توی بالاخانه با هم دعا کردن. اینها قبل از اینکه عیسی مسیح اون به اونها نشون بده که میره روسلی، با هم دعوا میکردن. چند نفر خوندید میدونید، یوحنا، یعقوب، شاگردا، مثل کلیساها بعضی وقتا با هم دعوا میکنیم، با هم از میگه بالا چش دبروس به اون بر میخوره، نمیدونم این مشکل من، اون بند من، اون قلعه من، اون روح بد، این روح خوب، این رحمت، همش اینا گفتن اطاعت میکنیم از مسیح. رفتن اون تو اون بالاخونه، دیگه 11 نفر نبودند، اول 12 بودن، یکیشون هم که خیانت کرد و خودشو کشت، 11 نفر به علاوه ده دیگه باهاشون اومدن، 120 نفر بودن تو بالاخونه بودن. میدونین اون 10 روز چیکار کردن؟ میشه از بغل دستید بپرسی این 10 روز چیکار کردن اونجا؟ چیکار کردن؟ دعا، صحبت. اومد گفت خواهر من، پتروس اومد به یوحنا گفت مریم، مریم هم میان اونا بود عزیزان، کلیسای کاتولیک بدونید مریم هم در میان آنها بود. مریم هم رفت، یا خواهرم رفت، برادرم رفت به خواهر و برادرش گفت منو ببخش، من به تو گناه کردم، مسیح روی صلیب 40 روز پیش منو بخشید، ولی امروز میخوام تو منو ببخشی، من میخوام من و تو رابطمون درست بشه، من و تو میخوام، زن و شوهر به هم چسبیدن، برادران چسبیدن، یکی شدن، متحد شدن، در دعا باقی موندن، منتظر روح پنتیکاست، قوت خدا شدن. روز 50 از آسمان قوت خدا جاری شد، قوت خدا اومد، مس خدا اومد در اون کلیسا، کلیسای 120 نفره. کلیساتون هر چند نفر هست؟ خدا رو شکر 80 90 100 نفر هستید. وقتی روح پنتیکاست بیاد، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ پتروس چیکار کرد؟ روز پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ 120 نفر بودن، نه؟ میگه یک صدای اومد مثل یه باد، مثل همونی که عیسی مسیح اومد دمید، ولی این دفعه از آسمان شنیده شد. بعد یهو رو سر این 120 نفر آتیش اومد، آتیشایی که نمی سوزندشون، شعله های آتش، مثل اون زمانی که موسی رفته بود به حضور خدا، اون بوته آتش رو دید و بوته آتش همینجور می سوخت، ولی درخته نمی سوخت، نه؟ بوته نمی سوخت، و این آتش رو سر تک تک عزیزان اومد.
این آتش آسمانه، آتش روح القدس، آتش امروز خدا میخواد این آتش رو سر ما دونه دونه بذاره و این 100 نفر اینجا مثل اون 120 نفر توی شهر حرکت کنن و 3000 نفر ایمان بیارن. عزیزان اون روز 3000 نفر ایمان آوردن، اون روز 3000 نفر این آتش رو سرشون 120 رفتن، 3000 یه روز 3000 نفر. درسته؟ آتش خدا بذاریم بیاد. آتش خصوصیاتش چیه عزیزان؟ آفرین، پاک کننده است، میسوزونه تمام چیزای درون منو، میسوزونه تمام غیظ منو، میسوزونه حتی غمهای منو، میبره نگرانیهای منو، میبره آتیش میبره، چون اینا به نفس من وصله. میسوزونه، میبره، میکنه، یه قلب تازه، یه قلب گوشتی تازه به من و شما میده. و اینقدر این آتیش خوبه، این آتیش خوبه، آتیش تمیز کننده است، صیقل دهنده است. این آتیش الان میخواد رو سر شما بیاد امروز. و دوم، آتیش گرما داره، نه؟ میخواد یه گرمای زیبای محبت مسیح تو دل شما بیاد که موقعی که همدیگر رو بغل میکنید مانند اینکه من یک گرمای عشق مسیح رو دارم میگیرم. و این کلیسا اونجوری خواهد شد، چون الان آگاهی داره، الان فهمیده، ولی به شما ربط داره که امروز بگی ای آتش روح القدس بر من بیا، من حاضرم عوض شم. شماره 3 میدونین چی عزیزان؟ وقتی یه جایی توی بیابون هستی یا اون زمان بودن، آتیش درست میکردن، دور آتیش وای میسادن، نه تنها گرمشون میکرد بلکه حیوانات. بله نورم هست، شما میدرخشی مثل مسیح چون آتیش روته و ما نور جهان هستیم یا نه؟ ولی اون آتیش درست خدا حیوانات نزدیکش نمیشن. باید آهنگم رو بزنم، فیلم های ترسناک دیدین؟ دورورورو نشستی توی بیابون و حیوانات زیادی هستن، گرگ ها هستن، میخوان بیان بزنتون، شیاطین هستن، قدرت های تاریکی هستن، خودتو، خانوادتو، بچه هاتو، کارتو، بیزنستو، کلیساتو میخواد بزنه. ولی در وسط کمپ، در وسط قلبتو، در وسط خونه تو آتیش روح القدسه. شیاطین چی میشن؟ فرار میکنن و میسوزن، دور میشن، میترسن. آیا میخوای این آتیش امروز رو سرت بیاد؟ آیا میخوای باعث نجات 3000 نفر بشید؟ من امید دارم و باور کنید به خاطر این امید و دعا، امید باید تبدیل به ایمان بشه، ایمان تبدیل به یقین. امید دارم و الان ایمان دارم که خدا میتونه، و وقتی انجام شد میگم یقین دارم. درسته؟ من امید دارم و ایمان دارم خدا از کلیسای شما استفاده میکنه و هزاران نفر در این ایریا نجات پیدا خواهند کرد. ایمان دارم، چون شما نیستید بلکه آتش پنتیکاسته، بلکه قدرت روح القدسه. و اصلا به من و شما هم ربط نداره، این آتش مال من نیست، مال شما نیست، مال آسمانه. فقط باید بشی لوله خالی استفادهش کنی. چند نفر میخوان این کار رو کنن؟ چند نفر مثل سرباز میخوان بیستن بگن من آماده هستم؟ بیستید دعا بکنیم، بیستیم دعا بکنیم. هللویا، خداوند رو میخوایم. بس به خدا بگید میخوایم. صداتون رو بلند کنید، تشکر کنید برای روح خدا، تشکر کنید برای پنتیکاست، تشکر کنید برای این مسح خدا که من نالایق رو میتونه استفاده کنه و آتش و گرما و زیبایی و نور و پیروزی رو تو زندگی من و شما بیاره. بگی آتش روح القدس بر سر من بیا، بر زندگی من بیا، منو پاک کن، منو تقدیس کن، منو دیگه نمیکشی تو، منو نمیکشی، بلکه آمدی منو بنا کنی، آمدی منو نجات بدی، آمدی منو زنده کنی. همونجوری که دارین دعا میکنی، آیا کسی هست میان شما؟ چشاتون رو ببندید، نگاه نکنید این ور اون ور. آیا کسی هست میخواد قلبش رو به این خدای عاشق بده، خدایی که روی صلیب جانش رو برای تو داده، خدایی که من نمیدونستم اسمش عیساست، خدایی که نمیدونستم مسیح و پادشاست، خدایی نمیدونستم که پسر خدا یعنی خدای جس پوشیده است، اومده بر در قلب تو، خواهر من، برادر من، میگه در قلب تو میکوبم، اگه امروز باز کنی آمده با تو نشسته، شام میخورم، زندگی میکنم. آیا میخوای امروز قلبتو به خدا بدی؟ اگه بار اولت و هنوز ندادی، اونجا دستو بلند کن بگو میخوام. آیا کسی هست که بخواد قلبشو به عیسی مسیح بده؟ بگه خداوند من میخوام به تو بدم، تو رو زیاد نمیشناسم ولی آماده هستم که قلبمو به تو بدم. اگر هست فقط بگه بله، میپذیرم، میپذیرم. آمین. برای اولین بار دستتون رو، اون کسی که بار اوله، دستتون رو بیارین پایین. هیچ کس هم کسی رو نگاه نمی کنه. آیا کسی هست بخواد جلوی فرشتگان خدا بگه
آمین، من میپذیرم. این افتخار خداست که شما دست رو جلوش بلند کنی و بگی این خواب. آیا کسی هست بار اول؟ آمین، آمین. خواهر عزیزم، همین دستتو که بلند کردی، فرشتگان خدا همه جشن گرفتن. و هر کسی دیگه ای میتونی امروز بری تو ماشینت دستتو بلند کنی، میتونی شب تو خونت دستتو بلند کنی. مسیح دستتو میگیره، خدا دستتو میگیره. بقیه برادر خواهرای عزیز و گل من، امروز از خدا بخوای آتش روح القدس بیاد تو زندگی. امروز پنتیکاست انجام بشه. امروز من میخوام شخصیتم عوض شه. من میخوام قوت اجرایی داشته باشم. من میخوام اقتدار و حق اجرایی داشته باشم. روح القدس بر من بریز. به روح القدس بریز این آتش رو و دریافت کنید عزیزان. دریافت کنید. تک تکتون دریافت کنید. بگید خدا من میخوام. صداتون رو بلند کنید. شک کنید. بگید روح القدس بیا. روح القدس بیا. شیطان هیچ حقی بر این منطقه نداری. هیچ حقی بر این شهر نداری. هیچ حقی بر این کلیسا نداری. این عزیزان صداشون رو بلند کردن و مسیح را میپرستن. صداتون رو بلند کنید. لباتون باز بشه. لباتون باز بشه به پرستش. ممنونیم خداوند. باز کن دهانتو مرد خدا. باز کن دهانتو زن خدا. باز کن و بپرست. اجازه بده فرشتگان با تو بپرستن. اجازه بده روح خدا اینجا عمل کنه. نه من، نه تو، بلکه روح خدا، بلکه آتش پنتیکاست اینجا وارد بشه. خداوند بیا و از این طریق استفاده کن و این شهر رو کاملا در دستهای خود بگیر، چون به نام عیسی مسیح می‌طلبیم. و همه عزیزان گفتند آمین. هللویا. به بغل دستید بگو پنتیکاست مبارک. پنتیکاست. به پشت سریان بگید پنتیکاست مبارک.